سلام دوستان وقتتون به خیر نیکی باشه سهر قورچیان هستم و بافتنی قشنگ و لیفای قشنگ یه لیف ساده آره ساده است رجه تکرار داره خیلی خوبه با نخه اکیل باف بافتم فکر میکنم که با یک کلاف سه تا چهار تا در بیاد چون که توری بافی هستش خیلی به صرفه هست و سوال همیشگی شما که خب من بافتم لیپ های قشنگی رو بافتم مشتری دارم چند بفروشم به تاریخ آذر ماه دو میتونید این لیف رو 50 تومن بفروشید با یک کلاف میتونید سه تا لیف ببافید خیلی به صرفه هستش این مدلهایی که توری هست اما از یه سری که الان هم میگن انگشت بیرون میاد نخه که این لیف رو باهاش بافتم اکریل بافت هستش هم شماره 2.5 اکریل باف نسبت به نهای ایرانی دیگه یکم این من با دو نیم بافتم اوکی شده اگه باز شماره دو به شماره دو ببافید سایزش کوچیکتر میشه پس شما حتما یک از از من بیشتر ببافید اون رجی که بهتون میگم کدوم رج هست اونو بیشتر ببافید افزای 6 رو که بزرگتر بشه بافتمون رو با زنجیره شروع میکنیم به عنوان حلقه جادویی یه گره اولیه زدم پنج تا زنجیره میزنیم روی اولین زنجیره وارد میشیم نخ روی قلاب میگیریم از هر دو تا حلقه رد میکنیم و اینجا یه حلقه کوچیک شکل میگیره که جایگزین همون حلقه جادویی هستش شروع بافتمون با سه تا زنجیره یک دو سه مادل پایی بلند داخل حلقه وارد میشیم این نخ اضافه رو دور قلاب نگه میداریم که کارمون می تمیز در بیاد یک پای بلند میبافیم دو تا زنجیره میزنیم پس شد دو تا پای بلند دو زنجیره میبافیم دو پای بلند دو زنجیره تکرار میکنیم تا هفت دسته داشته باشیم دقت بفرمایید هفت شش تا نیست هشت هم نیست هفت دا. تا انتها بافتم سر سومین زنجیره از ابتدای رج رو وارد میکنیم نخو بیرون میکشیم همین نخو از حلقه ردش میکنیم نیچه بست کار انتهای رجون. دو چهار شش هفت قسمت داریم. یک دو سه روی پایه بلند پای بلند میبافیم داخل فضای زنجیره یک پایه بلند میبافیم دو تا زنجیره میزنیم پس شد سه پای بلند دو زنجیره میریم بعدی فضای زنجیره دیگه ما بقیش رد میشه کاری نداریم دو تا پای بلند یک پای بلند داخل فضای زنجیره دو تا زنجیره میریم بعدی همینطور ادامه میدیم دو پای بلند یک پای بلند داخل فضای زنجیره دو زنجیره تا هفت قسمت بافته بشه پایه ها رو هم بکشید به سمت راست به این صورت دوباره مثل همون رج قبل بست میزنیم سر سومین زنجیره رج سوم به بعد تکرارمونه تا جایی که ما بخوایم افزایش داشته باشیم ابتدای رج که معادل پای بلند سه زنجیره میزنیم روی هر پای بلند یک پای بلند میبافیم تا برسیم به فضای زنجیره داخل فضای زنجیره ای دو تا پایه بلند می بافیم دو تا زنجیره می زنی. یک قسمت بافته شد بعدی سر هر پایه یک پایه بلند می بافیم از اینجا به بعد میشن ستایی داخل فضای زنجیره ای دو تا پایه بلند دو تا زنجیره می زنی. روی هر کدوم به همین شکل می بافیم میشه پنج تا پای بلند دو تا زنجیر تا انتهای که بافتم حالا دوباره مثل رج قبل بست میزنیم خب گفتم باید به چه شکلی ببافیم سه تا زنجیر معادل پای بلند ابتدای رش پای بلند میبافیم روی هر پایه تا برسیم به فضای زنجیر شدش پنج تا پای بلند داخل فضای زنجیره دو تا پای بلند می بافیم دو تا زنجیره میزنیم و همین بافت تکرار میشه پنج تا پایی بلند یک دو سه چهار پنج داخل فضای زنجیره دو تا و دو تا زنجیر این رج رو که افزایش هستش تا جایی می که نصف قد لیفمون رو داشته باشیم چون که بعدش میخوایم کاهشی ببافیم باید برسیم دوباره به همون دو تا پایه من نه رج انتخاب کردم پس یک رج این رج رو که ببافم یک رج دیگه میبافم پنجمین رج، از رج ششم به بعد دیگه کاهشی میبافم این قسمت که مثلث داره شکل میگیره شبیه لوزی بشه یا آره بیشتر شبیه لوزی به بافم بهتر متوجه میشید رج پنجم رو بافتم نه تا پایه دارم فضای زنجیری روی هر قسمت از این هفته از اینجا به بعد به این صورت میبافیم یک بست میزنیم روی پایه بعدی بعد از آخرین بستی که برای انتهای رج هستش بست میزنیم نخو بیرون میکشیم از حلقه رد سه تا زنجیره میزنیم معادل پایه بلند که فقط برای اولین رج هستش روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم تا برسیم به یکی مونده به آخر یعنی پایه آخر نبافته باقی میمونه نه تا بود شد هفته از ابتدا و انتها یکی کم شد به این قسمت که رسیدیم دو تا زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیره دو تا پایه بلند میبافیم و دو تا زنجیره میزنیم حالا همین بافت تکرار میشه اولین پایه رد میشه از بعدی پای بلند میبافیم تا یکی مونده به آخر هفتا دو تا زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیره دو تا پایه یه بلند میبافیم دو تا زنجیره میزنیم پنج بعدی رو ببافم رسیدیم به انتهای رج سر سومین زنجیره بست میزنیم این میشه بست آخر رج خب باز مثل رج قبلی باید ببافیم پس یه بست میزنیم روی پایه بعدی سه تا زنجیره پای بلند میبافیم تا یکی مونده به آخری که این بار میشه برای من پنجتا تا با احتساب سه تا زنجیره اول دو تا زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیره دو پای بلند و دوباره دو تا زنجیره دو پای بلند رد میشه داخل فضای زنجیره دو پای بلند میبافیم دو تا زنجیره پای اول رد میشه از دومی شروع کنیم پای بلند رو بافتن تا یکی مونده به آخری دو تا زنجیره میزنیم دو پایه بلند دو تا زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیری بعدی دو پایه بلند دو تا زنجیره این لوزیه که گفتم و این قسمت هم یه مثلث جدید داره شکل میگیره که دو پایه و دو زنجیره هستش می رج بعدی هم که سه پایه هست می بافم برای رج آخر رج نهم برمیگردم رج بعدی هم عین همین دیگه باید برای شروع باف یک بست بزنیم دوباره بست میزنیم سر اولین پایه سه تا زنجیره میزنیم دو تا پایه بلند کنارش رو می بافیم که میشه سه تا

تا انتها بافتم یه قسمتی باید باز بذاریم برای دسته و مابقی رو اتصال بدیم اگه بخوام دو تا رو در نظر بگیرم خیلی بزرگ میشه پس من از فضای قبل شروع میکنم سه زنجیره آخر رو میشکافم یک زنجیره میزنم و به جای دو تا سر سومین زنجیره یک یه متوسط میبافم ببینید حالا نخ من اینجا قرار گرفت این دو تکر روی هم قرار میدیم به این شکل دقیقا باید روی هم بیفتن داخل همین فضا ببینید یک زنجیره میزنیم این فضای قبل دو تا پای بلندی که برای لوزی بود این ورم همینطور دو تا پای کوتاه میبافیم میریم فضای زنجیره بعدی فضای زنجیره بعدی من سه زنجیره بودش چهار تا پایه کوتاه میبافیم دو سه چهار فضای بعدی دو زنجیره هستش سه تا پایه کوتاه داخلش میبافیم و همینطور ادامه میدیم فضاهایی که دو زنجیره هستن سه تا پایه کوتاه می بافیم. اونایی که سه زنجیره ای هستن چهار تا دو سه. رسیدیم به فضای سه زنجیره چهار تا می بافیم اگر هم دوست داشتید میتونستید این قسمت رو با یه رنگ دیگه ببافید. من خواستم تک رنگ باشم. دو تا پایه بلند رد میشه دوباره اینجا باید چهار تا ببافیم. پس همینطور سه تایی یا چهار تایی می تا کجا پنج تا از این هفت قسمت رو ببافیم تا اینجا برسیم تا این قسمت بافتم حالا اگر جایی احساس کردید که داره جمع میشه مثل کاسه شده به جای سه تا پایه چهار تا ببافید ایرادی نداره این قسمت ما میخوایم بیایم تا برسیم به این فضای زنجیره. روی این پایه ها بست میزنیم یک دو بعد سه تا زنجیره میبافیم مثل همیشه چون که یه حالت اوریب داره ابتدا و انتها رو پایه های دوب میبافیم پس چهار تا زنجیره میبافیم یک پایه دوب داخلش میبافیم دو تا زنجیره میزنیم میریم فضای بعدی یه دوب بافتم یک بلند دو تا زنجیره میزنیم و از اینجا به بعد همه رو دو پایه بلندی میبافیم دو زنجیره دو پای بلند دو زنجیره دو پایه بلند همینطور ادامه میدیم تا برسیم به دو فضای آخر مثل ابتدا باید ببافیم الان رسیدم به دو تای آخر اولی رو پای بلند میبافم دومی رو پای دوبل دوب میبافم دو تا زنجیره میزنم فضای آخر دو تا پای دوب حالا اینجا دو تا زنجیره میزنیم و برم کرد این سمت دو تا دوبل دو زنجیره یه دوبل یک بلند دو زنجیره دو پای بلند دو زنجیره دو پای بلند تا دو تای آخر فقط این رج اول بود که دو تا پایه اول دو دسته اول و آخر دوبل داره باقی رج ها نیستش تا انتها بافتم دو تا دسته آخر پای بلند دوبل اینجا زنجیرش یادم پای بلند دوب دو تا زنجیره آخری دو تا پایه یه دوب می بافیم به جای دو تا زنجیره آخر یک زنجیره میزنیم میایم سر چهار رومین زنجیره از ابتدای رج نخو و بیرون میکشیم دوباره نخ روی قلاب و این دوتا یکی میشه داخل این فضا بافتمون رو شروع میکنیم سه تا زنجیره یک پایه بلند دو تا زنجیره میزنیم میریم فضای بعدی دو تا پایه بلند میبافیم و همینطور بافت ادامه پیدا میکنه انتهای رج که رسیدیم دوباره همون یک زنجیره یک پایه کوتاه و همین رج تکرار میشه تا قد دست اندازه بشه در آخرم یه بندینک براش میزن